بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و درود بر شما همراهان گرامی. به این بخش از اخبار شبانگاهی خوش آمدید. من مهدی بهنام در جوار حرم آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. سرخط خبرهای امشب: آغاز اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل. وضعیت حقوق بشر در افغانستان از بحث‌های کلیدی این اجلاس است. خشکسالی و نوسانات شدید آب و هوای دنیا در حال افزایش است. و ادامه زورگیری و فشار کوچی‌های پشتون علیه شیعیان هزاره در غزنه. وقت شما بخیر. 57 اجلاس شورای حقوق بشر آغاز شده است. وضعیت حقوق بشر در افغانستان از بحث‌های کلیدی این اجلاس گفته شده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که یک رویکرد جامع برای پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان که شامل اقدامات ملی و بین المللی شود نیاز است. همزمان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که از زمان آخرین گزارش او در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ماه ژوئن سال جاری میلادی، طالبان نقض حقوق بشری مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران را تشدید کردند. همزمان با این دیدبان حقوق بشر، خواستار ایجاد فوری یک نهاد مستقل برای پاسخگویی به مسئول نقض حقوق بشر در گذشته و حال در افغانستان شده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش اخیر خود اعلام کرده که سیاست‌های طالبان به طور نامتناسبی به زنان و دختران آسیب رسانده است و آنچه را که به عنوان شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان توصیف می‌کند ایجاد کرده است. از دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب. آقای دکتر لطفاً در رابطه با این اجلاس و نتایج آن برای بینندگان عزیز توضیح بفرمایید. با عرض سلام و تحیات وافر و هدیه صالحه به تک تک از مجریها و کارمندان و علاقمندان شبکه حضرت امام حسین و به جناب عالی تقدیم میکنم انشاءالله. تشکر. سخنان ریچارد بنین، گزارشگر ویژه سازمان ملل در 57 نشست شورای حقوق بشر، تصویر تلخ و تکان دهنده از وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ترسیم میکنه. وی با صراحت بیان میکنه که طالبان نه تنها به نقض حقوق اولیه مردم ادامه میده، بلکه با وضع قوانین جدید این نقص را به سطحی از قساوت رسانده که به جرایم علیه بشریت شباهت دارد. این اظهارات بیانگر شرایط وخیم و خطرناک در افغانستان است که جهان نمیتواند بی‌تفاوتی از کناریان بگذرد. این نشان میده که طالبان پشتون محور و تروریست با وضع قوانین و فتوای جدید به طور سیستماتیک به نقص حقوق مردم افغانستان پرداخته و چندین نکته مهمی در سخنان وجود دارد که نیاز به تحلیل واکنش جدی داره، که از او جمله اول سرکوب شدید زنان است. بنت با صراحت اعلام میکنه که طالبان با ایجاد محدودیت های شدید علیه زنان، آنان را از جامعه حذف کردند. ممنوعیت آموزش و محدودیت های شدید و حضور اجتماعی نوع جنایت علیه بشریت است که با نابودی کامل حقوق نیمی از جامعه می انجامد. این قوانین نشان دهنده خوی استبدادی و پسگرایی طالبان است که هدف جز سرکوب و تحقیر زنان ندارد. و دیگر بخش دوم از این مهمی که در ریچارد بینین بحث میکنه، نقص حقوق ازاره‌های بومی و اقلیت‌های مذهبی به خود شیعیان افغانستان میباشه که یکی از مهمترین بخش‌های گزارش بنت بود. تأکید بر سرکوب وحشیانه هزاره‌های بومی و شیعان افغانستان در کنار دیگر اقلیت‌های مذهبی است. طالبان
پشتون محور به طور مداوم به این قوم بومی حمله کرده و آنان را مورد ستم و قتل عام قرار دادند. این جنایات به وضوح نشان دهنده یک سیاست نسل کشی است که هدفش نابودی هویت و زندگی هزاره است. جهان باید به این نسل کشی آشکار پاسخ دهد و اقدامات مؤثری برای پایان دادن به آن انجام دهد. و در بخش سیومش سرکوب رسانه ها و فعالان حقوق بشر بود. طالبان با سرکوب شدید رسانه ها و خاموش کردن صدای منتقدان هر گونه اعتراض و صدای مخالف را خفه کرده است. این رژیم تروریستی به وضوح از هر گونه شفافیت و پاسخگویی هراس دارد، با تهدید ارعاب و خشونت تلاش میکند تا واقعیت‌های تلخ خود پنهان کند. نتیجه ایست که از سخنان ریچارد بینن نتیجه گیری میشه که یک هشدار قوی به جامعه جهانی است. وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان به یک فاجعه حقوق بشری تمام عیار تبدیل شده است. زنان، اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر در معرض ظلم بی سابقه قرار دارند و اگر جامعه جهانی به سرعت و قاطعیت عمل نکند، نسل های آینده نیز از پیامد های این جنایت ها در امان نخواهد بود. این زمان برای اقدامات جدی است. بی عملی یا تعامل نامشروع با طالبان تنها به تثبیت رژیم جنایتکاری آنها کمک خواهد کرد. ریچارد بینیت به روشنی نشان می دهد که طالبان پشتون محور در تلاشند تا افغانستان را به عصر تاریکی ببرند. جنایت های این گروه تروریستی علیه زنان، هزاره های بومی، شیعان و جامعه در کل نمیتواند بدون پاسخ بماند. جامعه جهانی باید اقدام جدی و فوری برای مقابله به این جنایت ها انجام دهد و نگذارد که این رژیم تروریستی و سادگی نقض حقوق انسانیت در افغانستان ادامه بدهد و نقض حقوق انسانیت کند. بله، ممنونم از همراهیتون در این برنامه. با تشکر از دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دولت آلمان برنامه هایی را برای اعمال کنترل های شدیدتر در سراسر مرزهای زمینی این کشور اعلام کرد. برلین این اقدام را تلاشی برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و محافظت از مردم در برابر تهدیداتی مانند افراط‌گرایی اسلامی خواند. نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان، روز دوشنبه گفت کنترل ها از 26 شهریور 16 سپتامبر آغاز می شود و در ابتدا به مدت 6 ماه ادامه خواهد داشت. اداره سازماندهی تضمین محصولات حلال اندونزی اعلام کرد که از ماه آینده میلادی همه وارد کنندگان مواد غذایی ملزم هستند محصولات خود را در سامانه ثبت گواهی حلال خارجی SHLN ثبت کنند. از سوی دیگر، اداره سازماندهی تضمین محصولات حلال وابسته به وزارت امور دینی اندونزی اعلام کرد که این کشور از ماه آینده میلادی همه وارد کنندگان مواد غذایی را ملزم می کند تا حلال یا غیر حلال بودن محصولات وارداتی خود را مشخص کنند. مأموریت دیپلماتیک افغانستان در لندن با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرده که به دنبال درخواست رسمی حکومت بریتانیا این سفارت در 27 سپتامبر مسدود می شود. این بیانیه اندکی پس از آن منتشر شد که وزارت خارجه طالبان اعلام کرد دیگر اسناد کنسولی صادر شده توسط نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در چندین کشور غربی از جمله بریتانیا را به رسمیت نمی شناسد. در همین حال، سفارت افغانستان در اسلو پایتخت نروژ از توقف فعالیت این سفارت از تاریخ 13 سپتامبر خبر داده است. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که نزدیک به 1/3 خانواده ها در کشور سرپناه کافی برای زندگی کردن ندارند. اوچا روز دوشنبه 19 شهریور خواستار کمک 227 میلیون دلاری برای رسیدگی به این چالش شده است. به گفته اوچا 1,700,000 نفر در افغانستان تحت سلطه طالبان نیاز به سرپناه اضطراری دارند. هفته گذشته نیز اوچا با نگرانی از افزایش فقر در افغانستان گفته بود که از هر 2 نفر 1 نفر از آنان تحت تأثیر فقر شدید قرار گرفته است.
وزارت بهداشت سودان از افزایش شمار قربانیان وقوع سیل و شیوع وبا در این کشور جنگ زده نزدیک به 400 نفر خبر می‌دهد. وزارت بهداشت سودان با صدور بیانیه اعلام کرد که آمار مرگ و میر ناشی از بارش شدید باران و وقوع سیل و همچنین شیوع بیماری وبا در این کشور عرب و مسلمان واقع در شمال قاره آفریقا در مجموع به 390 نفر مورد افزایش یافته است. این وزارتخانه در بیانیه خود از ثبت 268 مورد جدید ابتلا به وبا از جمله 6 مورد مرگ و میر در ایالت رود نیل در شمال و همچنین ایالت‌های مرزی کسلا و القزارف در شرق سودان خبر داده و تایید کرد که تاکنون 5692 مورد ابتلا از جمله 185 فوتی ناشی از آن در 7 ایالت درگیر بیماری این کشور به ثبت رسیده است. تغییرات اقلیمی در سراسر دنیا اکنون فراتر از یک کلمه کلیدی است، چرا که چشم‌اندازها در مناطق مختلف در سراسر جهان در حال تغییر است و دیگر هیچ نقطه از دنیا از این قاعده مستثنا نیست. این نوع تغییرات آب و هوایی در گزارش همکارم مورد واکاوی قرار گرفته که با هم می‌بینیم. با افزایش شدید تغییر شرایط آب و هوایی، نادیده گرفتن تأثیر آن بر اکوسیستم‌ها و زیرساخت‌های انسانی غیر ممکن می‌شود. تغییرات آب و هوایی باعث ایجاد آب و هوای دگرگون و متفاوت با گذشته می‌شود. طبق تحقیقات جدید دانشگاه ایالتی اوهایو، الگوهای جدید آب و هوایی و خشکسالی شدید در جنوب غربی آمریکا و مکزیک، در جایی که سالهای سال مرطوب‌ترین نقاط به شمار می‌رفتند، اکنون جزء هنجارهای مدرن عصر حاضر به شمار می‌روند. تجزیه و تحلیل‌ها همچنین نشان می‌دهد که این الگوهای فصلی در آینده شدیدتر و بیشتر خواهند شد. این پژوهش نشان می‌دهد که مرکز ایالات متحده می‌تواند انتظار نوسانات بزرگتری را بین سال‌هایی با بارندگی بیشتر در زمستان و تابستان‌های خشک‌تر تا پایان قرن جاری داشته باشد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که تغییرات آب و هوایی آمریکای شمالی را به سمت نوسانات شدیدتری سوق داده که پیش از دوران صنعتی نمونه آن دیده نشده بود. مکزیک و جنوب غربی آمریکا در تمام فصول کم و بیش خشک‌تر می‌شوند، در حالی که در شمال شرقی و اوهایو به سمت مرطوب‌تر شدن به ویژه در زمستان و اوایل بهار پیش خواهند رفت. این تنوع در جایی نگران کننده است که غیر قابل پیش بینی برای مدیران مرکز هواشناسی می شود. دانشمندان گفتند در این پدیده تغییرات شدید آب و هوایی مثلا ممکن است که امسال خشکسالی و در 5 سال آینده ممکن است مرطوب ترین هوای پیش رو باشد، که این تنوع نگران کننده می باشد چرا که نحوه مدیریت آب و هوا را دچار سردرگمی می نماید. اگرچه داشتن تنوع آب و هوایی ممکن است بعضاً جذاب بوده و می تواند شکاف های یکدیگر را پر کنند، اما مشکل اینجاست که مثلا جنوب غربی آمریکا خشکسالی های نامطلوب را تجربه می کند، در حالی که شمال شرق با زمستان ها و بهارهای مرطوب تر مواجه خواهد شد و نوسانات چشمگیرتری بین دوره های مرطوب و خشک به صورت مکرر رو خواهد داد. پیامدهای این وضعیت فراتر از پیش بینی آب و هوا، بخش‌هایی از کشاورزی تا برنامه‌ریزی شهری را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این پژوهش که در ژورنال ژئوفیزیکال ریسرچ لترز منتشر شده است، بر ضرورت برنامه‌ریزی پیشگیرانه برای مقابله با بحران آب و هوایی مداوم تاکید می‌کند. دانشمندان در صدد هستند که تغییرات آب و هوایی بیشتر از این را متوقف نمایند و در حال برنامه ریزی برای کاهش تأثیرات این رخدادها بر مردم، اقتصاد و محیط زیست هستند، چرا که این نوسانات و تغییرات در الگوهای آب و هوا می تواند اکوسیستم ها را تحت فشار قرار دهد و بحران اقتصادی ایجاد کند و آسیب پذیری جوامع در سراسر آمریکای شمالی را افزایش دهد. در حالی که مهار تغییرات آب و هوایی یک اولویت جهانی است، تلاش‌های محلی و منطقه‌ای برای سازگاری با این شرایط نوظهور به همان اندازه مهم هستند. آماده شدن برای این تغییرات اجتناب‌ناپذیر برای کاهش اثرات آن بر مردم و صنایع به طور یکسان حیاتی است.
منابع محلی در استان غزنه میگویند که به دنبال درگیری فیزیکی میان کوچی‌ها و یک چوپان هزاره، طالبان 10 بزرگ قومی شیعیان هزاره را بازداشت کردند. منابع روز دوشنبه 19 شهریور تأیید کردند که طالبان این بزرگان قومی را در شهرستان ناور غزنه بازداشت کردند. این بازداشت‌ها پس از زخمی شدن یک کوچی در جریان درگیری با یک چوپان بومی هزاره در این شهرستان صورت گرفته است. به گفته منابع، یک نوجوان هزاره به نام مهدی که چوپان منطقه بود، هنگام چراندن گوسفندهایش در یک دشت با 3 مرد کوچی جنجال می‌کند و با یکی از آنان درگیر می‌شود. منابع محلی تصریح می‌کنند که طالبان با جانبداری از کوچی‌ها 2,700,000 افغانی غرامت مطالبه کردند. ساکنان شهرستان ناور غزنه این تصمیم طالبان را ظالمانه خوانده و افزودند که آنان توان پرداخت این مبلغ هنگفت را ندارند. گفتنی است پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، کوچی‌های مسلح به کمک طالبان چندین بار علیه شیعیان هزاره در استان غزنه و چند استان مرکزی دیگر درگیر شدند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آغاز اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در افغانستان از بحث‌های کلیدی این اجلاس است. خشکسالی و نوسانات شدید آب و هوای دنیا در حال افزایش است. و ادامه زورگیری و فشار کوچی‌های پشتون علیه شیعیان هزاره در غزنه. بینندگان عزیز، به پایان این بخش از اخبار شبانگاهی رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار. شب خوش.